سرمایه گذاری تضمینی موضوع اسم برنامه‌مون در این هفته هست. حالا چرا راجبش صحبت میکنیم؟ واجهش قشنگه نه؟ من یه مقداری پول دارم، در نهایت برام مهمه که سودی که حاصل میشه و اصل پولم رو به فزونی بره، ضرر نکنم. خب فوری به یاد چی میافتیم ما وقتی که راجب سرمایه گذاری تضمینی میشنویم؟ عموم مردم به یاد GIC در بانک ها میافتن. خب میدونیم که ما میتوانیم نمونه های سرمایه گذاری داشته باشیم. یک، من چون صحبتمون راجب سرمایه گذاری تضمینیه، قصدم اینه که به اون موارد دیگه اشاره نکنیم. اما در مورد سرمایه گذاری تضمینی، همونجور که عرض کردم، در بانک ها افراد میرن سراغ GIC و با این اسم حتما آشنا هستید. آیا بهتر از این وجود داره؟ آیا نقاط ضعفی داره GIC؟ اولین چیزی که به ذهن افراد میفته که خب GIC هم سودی که میده با نرخ تورم مناسبتی ممکنه نداشته باشه، البته خصوصا الان. ولی نکات دیگه هم داره که جای بحث داره. مثلا اگر خدای نکرده این وسط ما درگیر یک طلبکاری شدیم چی میشه؟ میاد پول ما دست میذاره دیگه، نه؟ اموال ما دست میذاره. اگر خدای نکرده فوتی صورت گرفت چی میشه؟ و این نکته مهمه دیگه، نه؟ ما داریم سرمایه گذاری میکنیم، خدای نکرده ممکن چنین صورتی هم حالتی هم به وجود بیاد. خب میخوام توجه شما رو به این جلب کنم که بله، میتونیم ما پروداکت یا سرویس دیگه‌ای داشته باشیم که به مراتب بهتر از GIC و اون گارانتی هست. به نوعی تعاریفی براش داره، مزایایی داره نسبت به GIC. به چند موردش عرض میکنم. موضوع در واقع این پروداکت، شما از $500 میتونید چنین سرمایه گذاری داشته باشیم. شما میتونید با یه دوره های 3 ساله، 4 ساله و بیش از 5 سال یا دوره 5 سال میتونید اینو داشته باشید. شما میتونید با ریت آف ریترن 3%، 2%، 3% تا عملا 20 خورده ای درصد هم داشته باشید. البته وقتی که این موارد رو عرض میکنم، پریود زمانیش و نوع فانداش هنوز این امکان رو به شما میده که انتخاب بکنید. ولی نکته مهمتری که براش وجود داره که خیلی خیلی مهمه اینه که ما یک سری مزایایی داریم. یادتون باشه راجع به کردیتور یا طلبکار صحبت کردم. همیشه افراد درگیرن. خب شما میگید من که بیزینس ندارم. خب میخوام اینو بهتون توجه شما رو به این جلب کنم که آدم ها گاهی هوشمندانه تر هم عمل میکنن. آدم ها یا تو سنی هستن که درگیر یک سری ارتباطات، حالا بیزینسی، شراکت، همون شراکت منظورم زندگی مشترک هم میتونه شراکت باشه، نه؟ و اما نکته مهم اینه که هر کاری، هر سرویسی یک هزینه ای داره دیگه. ما در سرمایه گذاری اینوستمنت واژه‌ای داریم به نام MER. پروداکتی که میگم MER نداره، در صورتی که تو GIC داره. یا اینکه خدای نکرده میتونه خدای نکرده فوتی صورت بگیره، این وسط چه اتفاقی میفته؟ در GIC عملا فرد دچار اون هزینه ها میشه، در صورتی که در اون پلن گارانتی یا سرمایه گذاری تضمینی که عرض کردم که ما میتونیم خدمتون توضیحات بیشتر رو خدمتون تقدیم بکنیم، اون میتونه این امکان رو داشته باشه که شما دچار این هزینه ها به هیچ وجه نشید و نسبت به اون کردیتور که موضوع بحثمون بود در امان باشید. نکته مهمیه به نظر من، چون افراد مهم براشون ریت آف ریترنه، مهم براشون سیکیوریتیه، مهم براشون اینه که با خیال راحت در طول زمان و زمانی که خدای نکرده اگه فوتی صورت میگیره در امنیت باشن، درسته؟ پس توجه شما رو به این جلب میکنیم. با این پروداکت میتونید شما در واقع آرامش خاطر رو روی پولی که دارید حتی از $500 تا به بالای $250,000 داشته باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.